چه تیم نیمار را میخرد؟ سلام و وقت بخیر. براحتی میتوان پی برد که تعداد مشتریان نیمار خیلی کم و شاید به اندازه انگشتان یک دست باشد. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. €222 میلیون برای خریدن نیمار از پاری سن ژرمن پول زیاد است. هرچند که جدیداً در بررسی های صورت گرفته از سوی یک تعداد مراجع آماری رقم واقعی نیمار با توجه به سن و شرایط فیزیکیش €150 میلیون برآورد شده. ولی بعید است پاری سن ژرمن به چنین چیزهای توجه داشته باشد. علاوه بر رقم مذکور دستمزد سالانه او هم نزدیک به €30 میلیون است که برای هر باشگاه پرداخت چنین رقم کمرشکن است. با توجه به همین دو موضوع براحتی میتوان پی برد که تعداد مشتریان نیمار خیلی کم و شاید به اندازه انگشتان یک دست باشد. بارسلونا چرا ممکن است؟ مدت هاست که شایعه حضور نیمار در بارسلونا به گوش میرسد. همان سال اولی که بارسلونا را ترک کرد و به پاری سن ژرمن رفت خبر رسید که پشیمان شده و میخواهد برگردد. بازگشت نیمار به بارسلونا ممکن است، چون او در رختکن هوادار جدی به اسم میسی دارد. کیست که نداند وقتی میسی در باشگاه کس را بخواهد مسئولان برایش دست به کار نشود. از طرف دیگر بازگشت نیمار در کنار دو دوست دیگرش یعنی میسی و سوارز به معنی تشکیل مجدد مثلث معروف MSN است که میتواند دوباره بارسلونا را به روزهای خوبش در اروپا برگرداند. با ویژه این که میسی دو سال از دندان تیز کرده تا لیگ قهرمانان را ببرد و هر بار ناکام ماندهاند. از طرف علاقه پاری سن ژرمن به بازیکنان نظیر کوتینیو و دمبله هم میتواند این انتقال را راحت تر کند. مبادله بازیکنان مذکور به عنوان بخش از پول ترانسفر میتواند هم نیمار را به بارسا نزدیکتر کند و هم ترافیک خط حمله بارسا را سبکتر. چرا ممکن نیست؟ بارسلونا و هوادارانش خاطره خوب از نیمار ندارند. درست در روزهایی که باشگاه و در رأس آن میسی اعلام کرد که به ادامه حضور نیمار در باشگاه احتیاج دارند، او تغییر مسیر داد و راهی پاری سن ژرمن شد. هواداران بارسا از او ناراحت شدند که تیم را تنها گذاشت و مدیریت بارسا هم دوگانه شد. ادعای از همان روز اول شمشیر تیز کردند که دیگر حاضر نیستند زمینه حضور مجدد این بازیکن برازیلی را در بارسلونا فراهم کنند. علاوه بر اینها داستان‌های مالی که پدر نیمار در جریان این نقل و انتقالات رقم زد و باشگاه را به دردسر انداخت دلایل است که بازگشت این بازیکن به بارسلونا تحت تاثیر قرار بگیرد. ریال مادرید چرا ممکن است؟ ریال مادرید سالهای زیاد است که نیمار را می‌خواهد. آنها حتی در همان روزهای 16 سالگی نیمار به عقد قرارداد با این بازیکن نزدیک شدند و همه چیز هم خوب پیش رفت. نیمار هم از بچگی عاشق ریال مادرید بوده و ابراز علاقه کرده که در این باشگاه بازی کند. ریال مادرید هم مشکل برای پرداخت دستمزد و پول انتقال نیمار ندارد. آنها در کوشش تشکیل تیم جدید هستند و در این راه ایدن هازارد ستاره بلژیکی چلسی را هم خریده‌اند. خریدن نیمار اگر خودش رضایت داشته باشد برای کهکشانی ها و البته فلورنتینو پرس که عاشق جذب بازیکنان است که از لحاظ تجاری برایش درآمد داشته باشند ممکن است. چرا ممکن نیست؟ ریال مادرید و زیندین زیدان سرمربی فرانسوی این تیم برای دیگر بازیکن پاری سن ژرمن یعنی کیلیان امباپه دندان تیز کردند. برای آنها اولویت کیلیان امباپه است و اگر در پروژه جذب او شکست بخورند آنگاه ممکن است به سمت نیمار تغییر موضع بدهند. البته که این روزها تمرکزشان را روی خرید پوگبا از منچستر یونایتد هم گذاشتند و میخواهند این انتقال را نهایی کنند. اگر آنها قرارداد پوگبا را نهایی کنند آن وقت خرید نیمار با توجه به داستان قانون جوانمردی مالی یوفا برایشان سخت میشود. قسم است که شاید آنها مجبور شوند از خرید این بازیکن برازیلی منصرف شوند. منچستر یونایتد چرا ممکن است؟ یونایتدی ها سال 2017 تا عقد قرارداد با نیمار هم پیش رفتند. آنها راه راضی کردن این ستاره برازیلی را بلد هستند و آنقدر هم پول دارند که مشکل با دستمزد و البته هزینه انتقال او نداشته باشند. منچستری ها این روزها در حال مذاکره با ریال مادرید برای فروش پل پوگبا هستند و اگر به رقم مد نظرشان که چیزی نزدیک به 170 میلیون یورو است بتواند پوگبا را بفروشند، آن وقت در سمت دیگر مانع در سر راه خود برای خرید نیمار ندارند. سولشایر در حال ساختن تیم جدید است و در آن حضور ستاره مثل نیمار میتواند حیاتی باشد. او میتواند تیمش را بر پایه این بازیکن برازیلی بسازد و دوباره به روزهای خوب برگردد. نیمار هم میتواند با خیال راحت در این تیم تبدیل به شماره یک شود و همه کارها را خودش کند. موردی که اگر به بارسا و ریال مادرید برود نمیتواند چندان موفق به انجامش شود. چرا ممکن نیست؟ نیمار توپ طلا را میخواهد و یکی از دلایل مهمی که میخواهد از پاری سن ژرمن جدا شود این است که اندازه این تیم را در حد لیگ قهرمانان اروپا نمیبیند. حالا منچستر یونایتد اصلا سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نگرفته است که بخواهد چنین چیزی را برای این ستاره برازیلی محقق کند. اگر نیمار به حضور در لیگ قهرمانان اروپا تاکید داشته باشد یونایتد گزینه خوب نیست. سیتی، لیورپول و البته یوونتوس.
به غیر از گزینه‌های بالا که جدی‌تر از سایرین هستند، سه تیم دیگر توانایی خرید نیمار را دارند. منچستر سیتی در صدر آنها است. لیگ برتر با واسطه حق پخش بالایی که به تیم‌هایش می‌دهد، دست آنها را در خرید ستاره باز گذاشته و سیتی هم یکی از تیم‌هایی است که می‌تواند دستمزد مورد نظر نیمار را بدهد. این مورد درباره لیورپول هم صدق می‌کند. با این حال سوال اصلی این است که آیا پپ گواردیولا و یورگن کلوپ حاضر هستند تیمشان را بر پایه این بازیکن برزیلی بچینند؟ این روزها به نظر می‌رسد پاسخ این سوال نخیر است. تیم دیگری که می‌تواند برای نیمار دندان تیز کند یوونتوس است. با این حال نزدیکان نیمار می‌گویند او علاقه به حضور در لیگ ایتالیا ندارد. از طرف هنوز هم مشخص نیست ساری سرمربی جدید این تیم علاقه به جذب نیمار داشته باشد یا نه. داستان یوونتوس برای نیمار به مثل داستان بارسلونا و ریال مادرید است، چون آنجا هم باید بپذیرد زیر سایه یکی دیگر باشد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.